سلام وقت بخیر به بخش دومی برنامه آخر خط از نور خوش آمدید. در نخست گزارش برنامه آمده نشر است. فضل احمد معنوی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات در مقاله نوشته است نهادهای امنیتی کشور در رابطه با تامین امنیت روند انتخابات مبالغه کردند. با گفته آقای معنوی از مجموع 6847 مرکز رایدهی نیروهای امنیتی تنها از تامین امنیت 259 مرکز اطمینان ندادند، در حالی که رقم مراکزی که با تهدید شدید امنیتی روبرواند و مراتب بیشتر از این رقم است. تجربه انتخابات گذشته نشان داده است که عدم برخورد واقع بینانه با موضوعات امنیتی می تواند چالش های بزرگ را در انتخابات ایجاد کند. در انتخابات مجلس نمایندگان در سال 1389 نیروهای امنیتی از مجموع 7000 مرکز رایدهی حدود 1000 مرکز را ناامن اعلام کردند، در حالی که حدود 1300 مرکز رایدهی دیگر افزون بر شماری که از قبل ناامن اعلام شده بود بسته ماند و 91 مرکز هم مورد حمله مخالفان قرار گرفت. در مجموع در انتخابات سال 1389 حدود 2500 مرکز بسته ماندند و عده‌ای از شهروندان افغانستان از حق رایدهی محروم شدند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تنها تامین امنیت مراکز رایدهی برای برگزاری انتخابات کافی نیست و گفته ی آقای نور نهادهای امنیتی باید نگرانی های شهروندان از ناحیه تامین امنیت روند انتخابات را نیز برطرف کند. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات از نهادهای امنیتی می خواهد تا در انتقال مواد انتخاباتی نیز با این کمیسیون همکاری کنند. موضوع تامین امنیت از خود کارمند کمیسیون مستقل انتخابات، از موادش، از مطبوعات، البته از راپورترهایشان، از جامعه مدنی، از احزاب سیاسی، ناظرین، این وظیفه نهادهای امنیتی است که باید این امنیت را تامین کنند. جلسات داریم امور نهادهای امنیتی، این مسئله هم روشان واضح گفتگو کردیم، گوشزد کردیم، برشان از پیشان خواستیم که دهی رابطه سعی و تلاش کنند. در همین حال دهی از آگاهان نظامی به این باورند که با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تحرکات طالبان بیشتر خواهد شد و باور این آگاهان نظامی برخی از کشورهای خارجی به ویژه پاکستان تلاش خواهند کرد تا روند انتخابات را با چالش‌های امنیتی روبرو کنند. چون روند انتخابات یک پروسه سیاسی انتقال قدرت است، میتونه در تحکیم صلح و ثبات کمک کنه. بنان پاکستان و طالبان تلاش میکنند که پروسه را به ناکامی روبرو بسازند. در حقیقت در افغانستان یک انارشیزم و یک بی‌بندوباری به وجود بیاید یا جنگ داخلی شکل بگیره که سود بیشتر پاکستان ببرد. با این همه وزارت امور داخله نگرانی ها از تامین امنیت انتخابات را قبل از وقت میخواند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت میگوید که نیروهای امنیتی خود را برای تامین امنیت کل روند انتخابات متعهد میداند. نگرانی قبل از وقت است، جای بر نگرانی نیست. نیروهای امنیتی افغانستان هر آنچه که در اختیار دارد در تامین امنیت انتخابات او را استفاده خواهد کرد. این نظریاتی که مطرح میشه هر روز روی امنیت انتخابات اینا نگرانی ابراز میکنند، هیچ فایده ندارد جز از اینکه از آن مردم مخشوش شود. نیروهای امنیتی افغانستان در برابر انتخابات مسئولیت دارد و یه مسئولیت ادا خواهد کرد. گفتنی است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 عمل سال آینده برگزار خواهد شد و بر اساس تقویم کمیسیون مستقل انتخابات قرار است در اواخر سنبله یم سال روند نامنویسی نامزدان آغاز شود. خوش آمدید بیننده برنامه آخر خط. با گونه زنده از نور صدیقیان، دکتر محمد نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخله و علی اکبر جمشیدی عضو مجلس سنا در این برنامه با ما هستند. خیلی خوش آمدید میمانید. تشکر. آقای دانش، با شما آغاز میکنیم که حالا دیدگاه شما در مورد گفته های رئیس پیشینی کمیسیون انتخابات مبنی بر امنیت انتخاباتی چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و بیننده های خوبتان، شام همه دوستان بخیر. اظهارات داره که رئیس های سابق کمیسیون انتخابات آقای معنوی کردن دید شخصی خودشان است و ای کاش گیره در جریان ماموریتشان که در کمیسیون بودن و در مسمتشان که بودن می کردن. چرا که در او زمان وقتی که ما امو اطمینانیه ای را که برشان دادیم در او زمان اینه بیش از 6850 یا 6800 مرکز رایدهی را که وقتی ما برشان گفتیم که این مراکز تامین امنیتش به شکل بسیار درست صورت میگیره، هیچ گونه تشویش و نگرانی نشان ندادن. ما آمادگی های خود داریم، در کل آمادگی گرفتیم و همچون موارد یا همچون حرف ها نمیتونه که
امی روند امنیت انتخابات خراب بکنه. بله، حالا به دور از شخصی بودن این دیدگاه که شما اشاره کردین، واقعا فکر نمی‌کنین گفته های رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات هم بر بگرده به همون تجربه‌ای که از انتخابات های قبلی داشته، چنانچه خودش هم مثال آورده انتخابات های گذشته را؟ خب اگر انتخابات امسال تا انتخابات 89 یک مقایسه بکنیم، بسیار تغییرات ما می‌بینیم. مثلا نیروهای امنیتی شما که امروز به 400 هزار میرسند، در اون زمان این نیروها نبودند. شما در اون وقت مثلا در حال حاضر جاگزین بیش از 60 هزار نیروی خارجی نیروهای افغان شده که امروز اون وقت نبود، در کل بیشترین امنیت تحت تاثیر از اونا بود. روند انتقال امنیت مثلا ما در مرحله چهارمش در اخیرش هستیم و مرحله پنجمش در حال آغاز است که مرحله نبود. تجارب خوبی را آموختیم از او برگزاری انتخابات تا باله، و باز اگر زیاده روی نشه، باز موضوعات جنگ و بعضی موضوعات امنیتی بسیار جدی پیش بینی نمیشه و فرصت ها و اینمی زمان است که تغییر میده بعضی موضوعات امنیتی را. دیگه تا برگزاری انتخابات ما کمتر یا بیشتر از 7 ماه داریم، تاریخ فرصت ها شاید تغییرات بسیار چشمگیر در تامین امنیت، در روند و در برنامه های امنیتی رونما گردد که متاسفانه همچو دیدگاه ها و همچو ابراز نظرها غیر از این که از خانه آمره مخشوش میکنه، مردم ناراحت و نگران میکنه، از پروسه انتخابات کار دیگه نمیسازه. بله، حالا شما مسئله انتقال مسئولیت هم نتره اشاره کردین و همچنان از آمار بلند نیروهای امنیتی هم اشاره کردین، اما آقای معنوی این مسئله را به عنوان یک مشکل در فرار انتخابات تلقی کرده که گویا انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان صورت گرفته و این میتونه یکی از مشکلات در تامین امنیت انتخابات باشه. خب ما باز مخالف دیدگاه هستم. هرچقدر که روند ملی شود، هرچقدر که نیروهای امنیتی مسئولیت ها را بگیرن، اعتماد مردم بیشتر میشه، مردم مصمم میشن و میرن به میروند اشتراک میکنن، بی باوری ها کمتر میشه و فضای اعتماد سازی بیشتر میشه. امروز مردم بیشتر از سالهای گذشته مصمم بر انتخابات و برگزاری انتخابات هستن. ما بجز بر رفتن به انتخابات گزینه دیگه نداریم، فقط همی خوب است که همگی دست به دست هم بدیم، بریم به پای صندوق های رای و در تامین امنیت هم اینمی مردم است که همکاری میکنن. وقتی که از اینمی زمان پیش است، این فرصت هایی را که در پیش روی داریم، اگر مردم بگوییم که انتخابات نمیشه، مراکز رایدهی باز نمیشه، این نامزادها چطور میشه تامین امنیتشان، این مسیر چطور میشه، رفت آمد کسایی که میرن به رایدهی، باز ناگزیر یک تعداد از گرفتن کارت رایدهی میمانن. باز در روز انتخابات اگر 100% امنیت تامین شود، باز کسی که کارت نداشته باشه رای این گفته ها نه تنها جایی را نمیگیره بلکه بر نگرانی های انتخاباتی بیشتر میفزاید. بدون سپاسگزار. آقای جمشیدی، حالا برداشت شما چه است واقعا با توجه به اوضاع کنونی امنیتی در کشور؟ فکر میکنین اشتارها چقدر جدی است و نگران کننده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما و تمامی بینندگان شبکه تلویزیونی نور، خدمت شما باید عرض بکنیم که در ارتباط موضوع بسیار مهمی که ملت افغانستان پیش روی دارد، موضوع انتخابات که در واقع انتقال سیاسی صورت میگیره، البته بعضی از دوستان میگن که اظهار نظرهای مبنی بر خطرناک نشان دادن وضعیت امنیت اینا میتونه که از خانه عامه را مخدوش بسازه و باعث شوه که مردم نگران شوه، ولی واقعیت دیگه است که واقعیت های عینی جامعه باید گفته شوه. مردم در جریان گام به گام تحولات که ما به پیش میریم باید قرار بگیره. نگرانی که آقای فضل احمد معنوی در مقاله خود داشته به نظر من یک نگرانی بسیار عمیق است و این نگرانی را همه ملت افغانستان داره. آقای فضل احمد معنوی در زمانی که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بود، بار بار تاکید میکرد و از وزارت امور داخله و بخش‌های امنیتی تقاضا میکردند که شما برای ما اطمینان بدین و عملا نشان بدین که چقدر از حوزه های انتخاباتی را ما شما میتونیم که ما در مقابل وزارت داخله هم اطمینان میدادن. وزارت امور داخله هم اطمینان میدن و تا حد مردم هم نسبتا خوشبین بودن، ولی واقعاتی که در اواخر رخ میده واقعا مایه نگرانی است. من شخصا خودم به عنوان یک از نماینده های مردم افغانستان در پارلمان کشور، من یک کسی هستم که همیشه از موضع نیروهای امنیتی خود حمایت کردیم و بارها گپی می بوده که مقصر نیروهای امنیتی ما نیست، در واقع مقصر اصلی کسایی هستند که خطوط سیاسی اصلی افغانستان را تعیین میکنه. اینا در واقع دست
نیروهای امنیتی ما را بسته میکنه، اینا را در مقابل دشمن کوتاه میاره، کم میاره. ما میخوایم یک اشاره بکنم به مقاله آقای فضل احمد معنوی. آقای فضل احمد معنوی یک مقایسه بین انتخابات سال 89 و این انتخابات پیش روی کرده. مثلا در سال 89 گفته که نیروهای امنیتی بر ما گفته بود که ما صرف امنیت 1000 مراکز رایدهی را ما گرفته نمیتونیم، اما در عمل دیدیم که بیش از 2300 مرکز رایدهی در سطح کشور به دلیل تهدیدات امنیتی باز نشد. اینالش ایر شما فکر بکنید و مردم افغانستان قضاوت بکنه که آیا وضعیت امنیتی نسبت به سال 89 برای فعلا بهتر است یا بدتر؟ حالا از دید شما چگونه است؟ واقعا وضعیت امنیتی را کنونی را با اون سال چگونه مقایسه میکنید؟ ما خودم البته از نظر ازی که نیروهای امنیتی افغانستان واقعا مسئولیت های امنیتی را به عهده گرفتم، من خوشبین هستم، ولی سطح تهدیدات امنیتی بسیار بلند رفته. با توجه به اهمیت موضوع که یعنی انتخابات، انتقال سیاسی، با توجه به دخالت های کشورهای منطقه در امور داخلی افغانستان، ما خیلی نگران هستیم. ما میخوایم این را عرض بکنم که شخصا خودم از دو موضوع نگران هستیم. یک موضوع، موضوع طالب مسلح است که در مقابل نظام افغانستان می جنگه و در هر جایی که دستش برسه مردم افغانستان را تهدید میکنه و نمیگذاره که سایت انتخاباتی در اونجا باشه و این موضوعش مشخص و واضح است. و موضوع دیگری که ما خیلی خیلی از اون نگران هستیم و در این اواخر در اکثر ولایات افغانستان متاسفانه رونق گرفته، اوج گرفته، موضوع تجمعات نظامی افراد خودسر است که در واقع اینا با طالب نیست و در واقع به یک نحو با حکومت است، اما از خود باند نظامی ترتیب داده. امروز در تمام ولایات بخشای مختلف را هم از یال سیطره خود در اونجا تحکیم می بخشه و اینا تصمیمشان نیست که در اونمو ساحه ای که مسلط هست آرای مردم را به نفع خود و به نفع کاندید مورد دلخواه خود استعمال بکنه، که در این صورت هم مایه جدی نگرانی نیروها چگونه بوده؟ آگاهانه چنین نیروهایی به وجود آمده که غیر مسئول هستن و مسلح هستن و یا هم حرف دیگری است؟ امروز ببینید در امترین ولایاتی که در سال 89 انتخابات بسیار با کمال خوبی در اونجا صورت گرفت، به طور نمونه مناطق مرکزی افغانستان، چند شب پیش شما مصاحبه والی ولایت غور و قمندان امنیش شما شنیدین که اونا عملا عجز خود را اعلان کردن، گفتن که در اینجا قماندانایی هستن که هر کدامشون 200 نفر 300 نفر، حتی آمار گروپ های غیر مسئول در اونجا اعلان کردن و گفتن که اینا وابستگی به طالب نداره، اینا هیچ پیوند با طالب نداره. اینا در واقع از طرف بخشای سیاسی که دخیل در حکومت و در قدرت است و کسایی که در کابل است، اینا حمایت میشه، تمویل میشه، تجهیز میشه و ما از جلوگیری از اینا عاجز هستیم. ما بیشتر شخصا نگرانی خود ما از این ناحیه است که متاسفانه در این راستا حکومت افغانستان یک مقدار بی‌تفاوت عمل میکنه. خطر ازی بسیار جدیتر از خطر طالب است. طالب خب موضعش مشخص است، سنگرش مشخص است و در تا هر حدی که توانش کار بکنه اونا نمیمانه که مردم افغانستان با پای صندوق های رای بره و مراکز رای دهی باشه. اما این گروپ هایی که ظاهرا خود را در قالب حکومت میبینه، خود را حامی حکومت میبینه، امروز متاسفانه به عنوان یک خطری جدی برای انتخابات آینده افغانستان مطرح است. آقای دانش، حالا در همین مورد واقعا از طرف هم وزارت امور داخله از تامین امنیت انتخابات سخن میزنه و از آمادگی های برای تامین امنیت انتخابات حرف هایی داره، واقعا از سوی هم نگرانی را که آقای جمشیدی مطرح کردن که نیروهای مسلح غیر مسئول که در قالب حکومت گویا فعالیت نکنن وجود دارن. حالا چی تضمینی وجود داره که این نیروها صدمه نزنن بر امنیت انتخابات و همچنان آرای مردم را با استفاده از سلاحی که دارن به نفع کسی مشخصا تغییر ندن؟ بدون شک ما نمیتونیم از وجود اسلحه در افغانستان چشم پوشی بکنیم، اما در اون سطح نیست که گروپ های مسلح و با اون توانایی ها و با اون قدرتی باشند که بتونن باز تغییر در سیستم. بله، حالا در پروان درگیری که چند پیش صورت گرفت، خب نمونه بارزی نمیتونه از این دست در پروان باشن. وقتی که درگیری صورت گرفت، شخصی که دست به کشتار مردم زده بود امروز در زندان است. اینه باز پلیس تانو و نیروهای امنیتی تانو دست کم نگیرید. بس. افغانستان در طی 30 سال به کشتار اسلحه تبدیل شده و در هر خانواده‌ای که در افغانستان زندگی میکنه شهروند افغانستان، اگر هیچ نداری یک سلاح شکاری داره.
این آدم نمیتونه چشم پوشی بکنه، اما وجود بانها، گروهها و گروههایی که بتانند تهدیدی باشن برای امنیت در اون سطح نیست. حضور از اینمی افراد مسئله بالای برگزاری انتخابات به شکل شفافش تأثیر گذار است، اما تهدیدی بر امنیت نیستن. اینا هیچ وقت نمیتونن که سایت بسته بکنن، چنانچه سناتور صاحب میتونن فشاری باشن بالای یکی از کسایی که رای دهنده هستن که لطفا رایت به فلانی بدین یا با فشار رایت به فلانی بدین. بازی بحث شفافیت در انتخابات است که میشه گزینه های دیگه هم است که آدم چطور بتونه ایره مهار بکنه، اما در اون سطح نیست که اینا بتونن مرکز رایدهی را بسته بکنن، صندوق ها را پر بکنن. شما خود میفهمین که پروسه انتخابات طوری است که اگر یک صندوق به نفع یک نفر پر میشه بازو قرنطین میشه دیگه، او باز حساب نمیشه ریش. این برنامه های دیگه هم است که با سایر نهادها در اینجا کار میکنن که چطور ما بتونیم یک انتخابات خوب داشته باشیم. در کل تلاش ما این است که اینمی نگرانی رم که وجود افراد مسئله غیر مسئول است ایرم از بین ببریم، اینمی تهدیداتی که از طرف مخالفین مسئله دولت یا طالب هاست ایرام از بین ببریم. این فرصتی که ما در پیش رو داریم هفت ماه بالای کل اینمی گزینه ها کار داریم که چگونه اینا را مهار بکنیم تا برگزاری انتخابات. و اگر پیش از وقت ما همه چیز بگوییم که این خراب است و خراب است و خراب است، باز از بعد برنامه وجود داره برای رفع این چالش ها 100%. ما هر مرکز رای دهی که پیش شما ثبت است، ما پیشتر یک چیز اشاره کردیم در مورد اطمینانیه و این که کمیسیون بارها از ما خواسته بود، ما بارها وقتی که کمیسیون از ما خواست که در مورد تامین امنیت یعنی 7000 مرکز رای دهی به ما اطمینان بده از طریق رسانه ها گفتیم، چندین بحث با شما هم داشتیم، اما این را قبول نکردن. دو هفته یا سه هفته قبل ما رسما به کمیسیون تمام سایت ها را تمامشه با تمام جزئیات با چالش های امنیتی اون چه رکت داشتیم برشون در اختیارشون قرار دادیم که میره تامین امنیت. سپاسگزارم. پس از وقفه کوتاه این برنامه همچنان ادامه داره. سلام مجدد، به ادامه برنامه خوش آمدید. آقای دانش، مسئله اولا تامین امنیت انتخابات که مطرح میشه، واقعا دو مسئله پیش میاد که توانایی نیروهای امنیتی در تامین امنیت انتخابات است و یکم تهدیدات امنیتی که وارد میشه بر انتخابات. واقعا حالا آمادگی هایی که سوی وزارت داخله و دیگر نیروهای امنیتی گرفته شده برای تامین انتخابات چقدر متناسب با اون تهدیدهای امنیتی است که وارد است بر انتخابات؟ ببینید، تامین امنیت مراکز انتخابات چند مرحله داشت. مرحله استراتژیش بود، مرحله تکتیکیش بود و روی یک پلان گذاری آمد. این پلان با توضیحاتش برامو بخشای مربوطیش که کل بخشا را در بر میگیره و این شریک شده با تمام نیروهای امنیتی در کل با قوای مسلح افغانستان. اینا هر کس نظریات خود داشتن و در مطابقت با اینمی نظریات از اینا پلان امنیتی ساخته شده. این پلان امنیتی به این معنا نیست که ساخته شده که خلاص ماندگی است. وقتی که در یک ولسوالی اندکترین ناامنی یا چالش های امنیتی پیدا میشه، اولین کاری را که میکنه اینمی بخش این پلان را بررسی میکنه که چقدر اینمی تهدیدات متوجه این مرکز رایدهی است، چگونه را میتونیم مهار بکنیم، کدام برنامه را راندازی بکنیم. بدون شک اگر بگوییم که دشمن هم آرام نشسته، اونچه که ما پلان گرفتیم، اونچه که ما برنامه داریم را تطبیق بکنیم، اونطور نیست. اونا هم تلاش خود میکنن، اما برای جلوگیری و برای مهار کردنش هم ما باید هر روز کار بکنیم تا برگزاری انتخابات. این کار ما از این می یک ماه به طرف به شدت شروع شده تا برگزاری انتخابات. این ما 8 ماه 9 ماه فرصت داریم که باید بالای پروسه کار بکنیم و هر لحظه این پروسه موضوعات امنیتیش تغییر میکنه. مثلا ما برای شما اگر به اطمینان بگوییم که ما در وایگل مرکز ثبت نام و مرکز رایدهی را نداشتیم و گفته بودیم که در اینجا چون در اختیار ما نبود، وقتی که دوباره وایگل نیروهای امنیتی شما واپس گرفتن و اونجا دوباره حاکمیت دولت برقرار شد، خواستیم از انتخابات برین دفاترتون را باز بکنید. این بعضی تغییرات رو ما میگرده و روزوی ما است که بریم به طرف مثبت نه به طرف منفی. سپاسگزارم. واقعا جمشید، حالا در بحث تهدیدات امنیتی بر انتخابات واقعا شما چه فکر میکنید با توجه به فعالیتی که نیروهای مخالف مسلح دولت افغانستان دارن، واقعا در زمان برگزاری انتخابات این تهدیدات چگونه خواهد بود از دید شما؟ این بستگی داره به اراده حکومت افغانستان و توانمندی های نیروهای امنیتی افغانستان. دشمن است و تجربه ثابت کرده که طالبان از هیچ کوششی برای به چالش کشاندن پروسه انتخابات در افغانستان و همچنین کشورهای حامی از گروه تروریستی هست فروگذار نمیکنه. اینا کوشش و تلاش خود را داره، ولی این بستگی داره به اراده حکومت افغانستان که آیا حکومت افغانستان واقعا یک اراده قوی برای برگزاری یک انتخابات شفاف و روشن و عادلانه دارد یا خیر، و از طرف دیگر این حکومت افغانستان چقدر
نیروهای امنیتی افغانستان را حمایت سیاسی، معنوی و پشتوانی میکنه که این نیروها بتونه به طور قاطع در رویاروی با دشمن در سنگرها مبارزه بکنه. من متیقن استم خودم که اگر سیاستمدارای افغانستان به شمول کسایی که در قدرت در ارگ ریاست جمهوری شریک هستند، در کابینه افغانستان شریک هستند، به شمول کسایی که در پارلمان کشور هستند، به یک نحو قدرت دارند، اگر اینا بخشای امنیتی را بمانه به وظایف خودش، مداخله نکنه، از کسی بدون جهت حمایت نکنه، گروه های تروریستی یا گروه های مسلحی که خودسرانه شکل میگیره، امنیت مردم را تهدید میکنه، اینا به یک نحو زیر بازوی خود نگیره، من فکر میکنم که نیروهای امنیتی ما در او صورت توانایی از این را داره که حداقل در قسمت عمده ای از کشور بتانه امنیت انتخابات را تأمین بکنه. ولی اگر شرایط، اگر وضعیت به این شکل هست پیش برن، امروز ما میبینیم که پلیس محلی تبدیل شده به یک پروژه، یک وکیل پارلمان میره پیش وزیر داخله یا یک مقام دیگه، 300 نفر یا 400 نفر تشکیل در منطقه خود میگیره، کاملا افراد خود را در اونجا جا بجا میکنه. پس این نیروها هیچ تابعیتی از گماشتگان وزارت داخله یا از قماندان امنی ولسوالیش و ولایتش نداره. اینا مستقیم به دستوری از این شخص قدرتمندی که در کابل ششتسته کار میکنه. اگر وضعیت به این شکل پیش بره، من مطمئن هستم که انتخابات آینده افغانستان یک انتخابات غیر شفاف خواهد بود و در بسیاری از مراکز رایدهی ممکن است که مردم مطمئن به پای صندوق های رای آمده نتانه. بله، حالا به دور از این نیروهای مسلح غیر مسئول و همچنان پلیس محلی را که شما اشاره کردین وجود دارن، آیا واقعا تهدیدات امنیتی که از سوی مخالفین مسلح دولت وارد است، دست کم در چند ولسوالی که حالا نام گرفته شده از سوی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، واقعا فکر میکنین اینا بود مخل برگزاری انتخابات باشن و یک تهدید جدی باشن؟ منظور شما نیروهای مسلح طالب است؟ بله، بدون شک. شما ببینید ما امروز در خیلی از ولسوالی های ولایت کشور خود ما امیال در اونجا سیطره حکومت نداریم. امیال شما برین در ولایت هلمند، در ولسوالی سنگین برین، در ولسوالی باغران برین. ولسوالی باغران ولایت هلمند در طی 10 سالی که حکومت قانونی افغانستان بوده، در اونجا هیچ مامور حکومتی وظیفه اجرا نکرده. و همین قسم در بعضی از ولسوالی های ولایت اروزگان و همچنین امروز شما میبینید در دمی پالوی کابل، پایتخت افغانستان، در مردم در شاهراه بین کابل و غزنی امنیت نداره. خبر بسیار تکان دهنده ای که پیشتر ما از طریق رسانه ها شنیدیم، 8 نفر از مردم مظلوم و بیچاره کارگر، اینا توسط گروه های تروریستی روبوده شده در جریان روزهای عید و کشته شده و اجسادشان امروز در سر سرک انداخته شده. ببینید که وکیل پارلمان قندهار در اینجا روبوده میشه، سناتور بی بی حاجی روحگل، سناتور ولایت نیمروز در اینجا سرش حمله صورت میگیره و همین قسم در میدان وردک ببینیم در خیلی از نزدیکه های کابل متاسفانه سطح تهدیدات امنیتی بسیار بلند است. من میخوایم میره بگم که دشمن تصمیم قطعی داره و تجربه همی رو ثابت کرده که اینا میخواید امنیت را مختل بسازه و مانع جدی ایجاد بکنه بر روند انتخابات آینده افغانستان. ولی حکومت افغانستان اگر، چون جناب رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هم بیش از چند ماهی از مسئولیتش باقی نمانده، اگر واقعا اینا احساس مسئولیت میکنه، اگر میخواید که مردم افغانستان و تاریخ افغانستان به شکل درست درباره ایشان و اعضای کابینه و کسایی که دور و بر از اینا به یک نحو به قدرت شریک هستن درست قضاوت بکنه، باید بدور از هر گونه ملحوظات سیاسی دیگر اینا در جهت تأمین امنیت مردم افغانستان کوشش بکنه و زمینه را مساعد بسازه برای یک انتخابات شفاف و روشن و قابل قبول برای مردم افغانستان، تا مردم افغانستان به پای صندوق‌های رای برن و رای خود را استعمال بکنن، زعیم آینده کشور خود را تعیین بکنه و این بدون شک کسی که با رای بالای مردم، با رای خالص مردم زمام قدرت را در دست میگیره، او از قدرت بالای برخوردار، از معنویت بالای برخوردار و از مشروعیت بالای برخوردار دارد. در اون صورت ممکن است که مشکلات مردم افغانستان کم شود.
سپاسگزار آقای دانش. در کنار اینکه واقعا برنامه های گفتین وجود داره هم برای تهدیدات امنیتی بیرونی و هم درونی در انتخابات، حالا مسئله پلیس محلی را که آقای جمشید اشاره کردن، واقعا چی تضمینی وجود داره که این پلیس از طرف همون کسی که گماشته میشه و پیشنهاد میشه برای تعیین شدنش در بستی پلیس محلی، باز هم در انتخابات کار به نفع کسی که گماشته شده سوی از او انجام نده؟ ببینیم، اول خب پلیس محلی به درخواست مردم و در یک نظرخواهی عام در یک محیط ایجاد میشه. وقتی که مردم تقاضا کردن، یعنی می افراد نخبه، افرادی را که مردم بالایش، مردم محل اعتماد داره، اینا را ما جذب میکنیم و بعد از او باز اینا میرن پروسه استخدام را میبینن و بعد از او میرن آموزش های مسلکی را میبینن و میرن و صاحب وظیفه‌شون. حالا مسئله پروژه‌ای شدن از اینکه اشاره کردن آقای جمشیدی، واقعا کسی می پیشنهاد میکنه که خب افرادی وابسته به او باید در پلیس محلی گماشته شوند؟ خب تعدادی از بزرگا در سطح شورای ملی و مقامات در این مورد تاثیرات خود داره، اما در او سطح نیست که باز کل چیز با مو خواست و نظر از اونا صورت بگیره. سایر مردم هم که در محل حضور دارن، اونا هم نقش بسیار بارز است. در مورد از اینکه یار چقدر نقش دارن در انتخابات، پلیس محلی در هیچ مرکز رایدهی حق هزیره نداره که بره و تو حق هزیره نداره که تأمین امنیت بکنه. اینا نقش حمایوی دارن با دور از ساحات انتخابات، باز دور از ساحات مراکز انتخابات. اینا فقط هرگاه که چالش امنیتی پیدا شود در اونجا اینا وظیفه اجرا میکنن. در کل تمام مراکز رایدهی زیر پوشش امنیتی پلیس ملی است و دلیلی هم که این است که اونا در او ساحه هستن و نفوذ در او ساحه دارن، به این خاطر اینا باید در داخل مراکز رایدهی و در نزدیک مراکز رایدهی باید نباشن و جز ماموریتشان نیست. وظیفه از اونا مبارزه با تروریسم است، جنگ کردن است و در اونم صاحب باشن. در مرکز رایدهی که جای جنگ نیست، لحاظا اینی ارگاه افرادی که در اونجا نفوذ داره و به کمک از اون میتونه که در شفافیت انتخابات سلام بزنه، باز تأثیر نداره. اینه او را ما او برنامه‌ایش داریم. اما افغانستان است، در افغانستان اتونیست که هیچ چیز امکان نداره، امکان پذیر است هر چیزی که مثلا سناتور صاحب در مورد اشاره کردن. باید عوامل پیشگیرانیش هم وجود داشته باشه که بله 100% ما پیشتر اشاره کردم که ما چرا پلیس محلی را در مراکز رایدهی نمیمونیم، دلایل داره. چرا اینا را نقش حمایوی دادیم، دلایل خدا داره. ده ها مورد دیگه است که من نمیتونم بر شما مورد توضیحات بدم که اما در زیر کار و زیر برنامه ماست. بله، حالا تنها گفتنی که شما پلیس محلی را اجازه نمیتن که در مراکز رایدهی بره، واقعا فکر میکنین کافی برای این کار باشه؟ کی باید اینا را نظارت کنه که در مراکز رایدهی نرن باید؟ خب این خب یکی خب وظیفه ماست، آنچه که به نیروهای ماست، نیروهای ما باشن، اما سایر ناظرین، جامعه مدنی، نامزدا، نماینده های نامزدا، این سایر مردم هم حق دارن که وقتی تداخل وظیفوی را میبینن، تداخل کاری را میبینن، حضور شکایت میکنن که یک دفتر با بسیار وسعت به نام کمیسیون شکایات انتخاباتی وجود داره که باز اینا حتما اعتراض میکنن و این چیز ساده هم نیست. وقتی که اندکترین تخطی در ساحه دیده میشن، عاجل مردم شکایت میکنن و ما چرا ببانیم که از پلیس ما مردم شکایت بکنن؟ پیش از پیش ما باید آمادگی ها داشته باشیم که چگونه اینا را تنظیم قوت ها بکنیم که مردم نگرانی نداشته باشن. بله آقای جمشید، حالا واقعا در کل اگر جدی بگیریم این هشدار رئیس پیشین کمیسیون انتخابات را، اگر در صورتی که نیروهای امنیتی به صورت کلی و آنچنانی نتوانند در انتخابات تامین امنیت کنند، واقعا فکر میکنید چقدر تاثیر خواهد داشت بر میزان مشارکت مردم در انتخابات؟ ببینید، مردم افغانستان اینطور نیست که با می شایع پراگنی ها بترسن و یا ذهنشان خراب شود. مردم افغانستان مشکلات زیادی را دیده. مردم افغانستان بسیار مردم واقع بین است، واقعیت ها را می بینه، درک میکنه. اظهار نگرانی رئیس پیشین کمیسیون انتخابات، یک کسی که واقعا تجربه کافی داره در بخش انتخابات، چند دور انتخابات را سپری کرده، ایره میرسانه که سیاست مدارای افغانستان باید یک اراده قوی داشته باشه به خاطر برگزاری انتخابات. نگرانی از نام میرسانه که متاسفانه امروز کسایی هستند، کسایی که در واقع تصمیم گیرنده هستند در سطح رهبری کشور، یک اراده قوی برای انتخابات، برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور متاسفانه نداره. من فکر میکنم که باز هم تکرار میکنم که اگر کسایی که
خطوط سیاسی اصلی کشور را اینا تنظیم میکنه، تعیین میکنه. اگر اینا بخش های امنیتی را بمانه به حال خودش و اینا وظیفه خود را مستقلانه بدور از هر گونه دخالت افراد و اشخاص قدرتمند به پیش ببره، هر کسی که مخل امنیت بود او را سرکوب بکنه، هر کسی که سلا گرفت در برابر مردم افغانستان، در برابر حکومت افغانستان، او را نابود بسازه، از بین ببره، و کسایی که اقدام به تخطی میکنه اونا را به چنگال قانون بسپاره و به بخشای عدلی و قضایی بسپاره، و بخشای عدلی و قضایی هم اونا را اون چه که سزاوارش هست باید مجازات بکنه. در این صورت من مطمئن هستم که یک انتخابات نسبتا خوبی خواهیم داشت. ولی متاسفانه که از وقتی که بحث انتخابات روی دست گرفته شده تقریبا، و از زمانی که رئیس جمهور افغانستان فرمان چندین ماده‌ای خود را صادر کردند در جهت بهبودی وضعیت، متاسفانه تا امروز هیچ تغییر مثبت رونما نگردیده، بنابراین من خیلی نگران هستم. بله، یک مسئله ای را که آقای دانش اشاره کردن، هرچند رئیس پیشین کمیسیون انتخابات نشست های بنیادهای امنیتی و بخصوص وزارت داخله داشتن برای تامین امنیت انتخابات، اما چرا واقعا این گفته ها به این گستردگی در وقتی که سمت ریاست کمیسیون انتخابات را داشته ابراز نشده؟ حالا برخی گفته های وجود داره که این گفته ها این گونه اظهار نظر ها و اشاره ها بیشتر آب ریختن در راستای دشمن است و ترساندن مردم اشتراک نکردن در انتخابات. خوب، متاسفانه در افغانستان یک قسمی هست که هر کسی که از قدرت خارج شد، اگر کدام اظهار نظر کردن، او یک اتهامای سرش بسته میشه و یا گفته میشه که به خاطر وظیفه خود اینا، به خاطر کس حکومت فاصله گرفته اینا. چیزی که من برداشت کردم، آقای معنوی در زمانی که سمت ریاست کمیسیون مستقل انتخابات را داشتن، بار بار این موضوع را جدی مطرح کردن و همیشه تاکید کردن که ما کار ما، یعنی کار کمیسیون مستقل انتخابات آماده هست، ما آمادگی کامل داریم، منتظر ازی هستیم که بخشای امنیتی برای ما اطمینان بده که ما در کجاها و در چه تعداد از مراکز رایدهی و در چه تعداد از ولایات و ولسوالی ها ما میتونیم که سایت های انتخاباتی خود را باز بکنیم. من فکر میکنم این اظهار نظر جناب آقای معنوی به خاطر از این نیست که اونا از وظیفهشون فاصله گرفته. درسته که اونا از وظیفهشون فاصله گرفته، اما به عنوان یک شخصیت مطرح کشور، یک کسی که واقعا تجربه کافی در ارتباط داره، حق داره که به حساب واقعیت ها رو بکنه. سپاسگزارم. آقای دانش، حالا در مورد مراکز رایدهی، رئیس پیشین کمیسیون انتخابات گفته است که از مجموع 6847 مرکز رایدهی، نیروهای امنیتی تنها از تامین امنیت 259 مرکز اطمینان ندادند، در حالی که رقم مراکزی که تحت تهدید شدید امنیتی قرار دارد به مراتب بیشتر از این رقم است. واقعا چقدر مراکز رایدهی حالا وجود دارد که وزارت امور داخله و نیروهای امنیتی نتوانند در اون مراکز تامین امنیت کنند؟ ما تنها 250 مرکز رایدهی را هم نگفتیم که در امکانش است که تامین اینجا اشاره شد. گفتیم که این 250 مرکز رایدهی با تهدید مواجه است و این تهدید میشه که برطرف شود. این اوتو مرکز رایدهی نیست که کاملا در اختیار طالبا باشه و قطعا دیگه در روز انتخابات هم در اختیار اونها باشه، با تهدید مواجه است. این حال از برطرف کردن تهدیدات کار میخواه، تلاش میخواه که ما آغاز کردیم بالای ازو، و کوشش ما هم است که تهدیدات برطرف بکنیم. تلاش ما این است که نمی رقم تهدیدات پایان بیاریم، اما برعکس جناب معنوی صاحب گفتن که بالا میره. خب، حالا بیشتر از آنچه است که شما گفتین. بله. اما ایره بر ما زبان ثابت می سازه. امروز ما بسیار فرصت های بسیار زیاده داریم تا وقت تا برگزاری انتخابات. ما بیشتر اشاره کردم که یک چیزی که در جنگ پیش بینی نمیشه، بعضی تغییرات میایه، اما تلاش نیروهای امنیتی شما در کل نمی است و مصمم به می هستند که نمی مراکز رایدهی را تامین امنیت بکنیم. ببینید، فکر مردم افغانستان و در کل همگی ما به صفت شهروند نمی است که ما میریم به پای صندوق های رای و بر انتخابات و در انتخابات اشتراک میکنیم. چیک برسد که 250 است که 300 مرکز بسته باشه. ما اونا گزیر هستیم، باید بریم انتخابات بکنیم و اینمی گزینه است. بر جز اینمی دیگه گزینه هم وجود نداره. لحاظا فکرم اینمی است که اینمی مردم، اینمی نیروهای امنیتی همگی دست به دست هم بتیم، اونمو چالش هایی رم که متوجه مراکز رایدهی است، چون شهروندای ما از رای دادن میمانند. اگر ما این فکرش نکنیم که یک مرکز رایدهی در دایکندی بستمون به ما چی تأثیرات خود داره بالا انتخابات، در نهایت کوشش ما را، ما مردم ما و همگی ما بکنیم، جامعه مدنی، تمام روشنفکرای افغانستان که از اینمی حالا
بستر انبار بسازیم، زمینه ها را مساعد بکنیم تا روز برگزاری انتخابات که بریم دینمی روند ملی همگی ما اشتراک بکنیم، زعیم آینده ما را انتخاب بکنیم، نماینده های شوراهای ولایتی ما را انتخاب بکنیم، تا اینکه خدا مهربان است که از اینمی مشکلاتی هم که حال سردوشار هستیم به او و دامنگیر ماست با برگزاری انتخابات و با انتخاب زعیم جدید و انتخاب اعضای شورای ولایتی برای ما زندگی صلح‌آمیز و بهتر با خود داشته باشیم. حالا رقم مراکزی که در معرض تعدیدات امنیتی هستند بیشتر از این از آنچه که وزارت داخله گفته واقعا منو اشاره کرده باشه، واقعا باز هم کسی هست که پاسخ خوب باشه؟ اگر تعداد بالا بره؟ بله. خب در نهایت ما پاسخگو هستیم. تنها تأمین امنیت مراکز رایدهی نه، تأمین امنیت نامزدا، تأمین امنیت ناظرین، تأمین امنیت موادی که از این امروز انتقال میشه برای ثبت نام، برای برگزاری انتخابات، دفاترش، کارمندش، کلش مسئولیت ماست. تأمین امنیت شهروندای افغانستان مسئولیت ماست. تنها ما برای تأمین امنیت یا برای رفع چالش های مراکز رایدهی فکر نداریم. فکر ما ایست که چطور بتونیم در کل اینمی تهدیداتی که وجود داره را برطرف بکنیم. مثلا یک شخص وقتی که از خانه شرکت میکنه میره رای میده، ما برات فضا را طوری مساعد بکنیم که دوباره به خاطر آرام به خانهش بر بگرده و ما اونم تجربه های را اونم موضوعات تلخی را که در انتخابات گذشته داشتیم بیشتر سوال بله. بله. خیلی سپاس تجربه. پس از وقفه کوتاهی دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم. باز هم خوش آمدید بیننده برنامه آخر خط با گونه زنده از نور هستید. آقای جمشیدی، حالا در کلیت مسئله آقای معنوی به چند نگرانی اشاره کردن در امری برگزار انتخابات، خروج نیروهای بین المللی، انتقال مسئولیت امنیتی به افغان ها، اختلاف سیاسی بر سر پیمان امنیتی با آمریکا، روابط تنش‌آلود با برخی از کشورهای همسایه، مبهم بودن روند صلح، بی باوری و بی اعتمادی میان دولت و همپیمانان بین المللش، همه و همه تصور برگزاری یک انتخابات شفاف سالم را واقعا به دور ساخته است. آیا شما هم فکر میکنید که این مواردی که آقای معنوی اشاره کرده باشد چالش های آنده در فراراه برگزار انتخابات باشند؟ بدون شک اینا موضوعات بسیار مهم است. البته نیروهای خارجی خو از خیلی وقت اونا سال 2014 را برای خود هدف تعیین کرده بود که ما از افغانستان میبرایم و قسمی که امروز بیشترین این تقریبا اکثر موضوعات امنیتی به نیروهای خودی ما سپرده شده که باید شبه و باید همه شد، باید ما استقلال خود داشته باشیم نیروهای امنیتی ما. ولی مهم اینجاست که همه از اینا همزمان شده در یک وقت بسیار حساس، هم بیرون شدن نیروهای خارجی و هم کم شدن به یک نحوی کمک های از اونا که در واقع این مشکلات اقتصادی را در سطح کشور به وجود می تا یک حد را به وجود میاره و ممکنه که مشکل اقتصادی هم سر موضوع امنیت تاثیرات خود را داشته باشه. موضوع پیمان امنیتی هم یک موضوع بسیار بحث برانگیز و مهم است. پیمان امنیتی البته امضا میشه، ای خو هیچ شکی در وجود نداره، ای توافق سرش صورت گرفته، ولی ای که بعضا از طرف حکومت افغانستان تعلل صورت میگیره در قسمت امضای ازی، ای یک مقدار نگرانی های را به وجود آورده، چون آمریکا هم که در واقع بزرگترین کمک کننده حکومت افغانستان هست، اینا هم یک مقدار با شک و تردید مواجه شده و همچنین اینا تصمیم داره که آمریکایا بارها گفته که ما میخواییم بعد از این نیروهای ما که در افغانستان میمانه در داخل یک چوکات قانونی در اینجا بودوباش داشته باشه و فعالیت ما هم در داخل از چوکات قانونی تنظیم شود که در واقع او امو پیمان امنیتی است. متاسفانه با توجه به این بحث پیمان امنیتی، بدبینی های از طرف کشورهای همسایه ما هم وجود داره که این هم تاثیرگذاری مستقیم بالای امنیت افغانستان، بالای ثبات افغانستان داره و متاسفانه باید بگویم که هستن تعداد زیادی از شخصیت های مطرح کشور ما که به یک نحوی متاثر هست از کشورهای همسایه و اینا قطعا رول خود را داره. بناهن نگرانی که در راستا وجود داره نگرانی جدی هست، ولی مردم افغانستان، مردم سربلند افغانستان باید یک موضوع را بفهمه و بدانه که
افغانستان هیچ راه بیرون رفت از چالش و مشکل فعلی بجز از مجرای انتخابات نداره. فقط انتخابات است که افغانستان را از این مرحله خدا بخیر کنه عبور میده به یک مرحله مثبت‌تر و خوبتر. پس بنابراین مردم افغانستان باید با بخش‌های امنیتی، با نیروهای امنیتی افغانستان در هر گوشه و کنار اینا همکار باشه، به خاطر خودشان، به خاطر رفع مشکلات خودشان نیروهای امنیتی را حمایت بکنه، از جلوگیری از مخالفین مسلح، حملات مخالفین مسلح، نیروهای امنیتی افغانستان را کمک بکنه، برای نیروهای خود اطمینان داشته باشه، اعتماد داشته باشه و بر از نو روحیه بده، به خاطر از اینکه ما هیچ گزینه‌ای به جز از انتخابات نداریم. فرض کنید اگر شما بنا باشه کسی این موضوع رو مطرح بکنه که انتخابات افغانستان به این دلیل دیگه برگزار شده نمیتونه، او زمان دیگه وضعیت از کنترل خارج میشه و خدا بدونه که فردای اون روز چی خواهد شد. پس بنابراین تنها گزینه ما، تنها راه بیرون رفت ما مجرای انتخابات هست. مردم افغانستان باید این نکته را بدانه و بفهمه، با نیروهای امنیتی خود همکار باشه و اینا را کمک بکنه، کارت رایدهی اخذ بکنه و در روز انتخابات تمام مشکلات را بر عهده بگیره و برن رأیشان را استعمال بکنه و همچنین از رأی خود حمایت هم بکنه. اجازه نتن که افرادای خودسر و کسایی که امروز به نام حمایتگر حکومت سلا دارن و گروه های مسلح را جور کرده، اونا رأیشان را به نفع کاندیدی که واقعا اونا نمیخواه استعمال بکنه، که در این صورت شفافیت پروسه انتخابات زیر سوال خواهد. بله. در مسئله قوانین انتخاباتی هم آقای معنوی گفته است که به اصطلاح قوانین انتخاباتی در شرایط حساس سیاسی و زیر فشار برخی سفارتخانه های بیرونی واقعا تصویب شده. حالا محتوای این قوانین نمیتونه کارایی در برگزاری انتخابات داشته باشه، شما چه فکر میکنید؟ در قسمت تنظیم قانون انتخابات و همچنین قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، در اینجا اصلا هدف ای بود که یک مقدار از تمرکز قدرت کاسته شود و در قسم امی کمیته گزینشی که به وجود آمد، در واقع هدفش ای بود که ای از قدرت رئیس جمهور یک مقدار کم بسازه، اینا سهم باشه، نهادهای جامعه مدنی، احزاب سیاسی، اینا سهم باشه، اینا یک تعداد مشخص را معرفی بکنه و رئیس جمهور از بین از نو به حساب 9 نفر را انتخاب بکنه. اما دیدیم که متاسفانه یکی از جریان های مهمی که در تمام دموکراسی ها بسیار رول مهم داره و مطرح است، احزاب سیاسی است. دیدیم که متاسفانه در جار و جنجال ها و بحث هایی که سر قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی صورت گرفت و کمیته گزینش به وجود آمد، در اونجا سهم برای احزاب سیاسی داده نشد، یک کرسی برای جامعه مدنی هم داده شده بود که متاسفانه در اونجا اداره امور افغانستان مستقیما دخالت کرد و چرا نماینده جامعه مدنی را در اونجا راه نداد. بله، حالا من موارد واقعا مداخله را زمین اکنون در امور انتخابات نشون نمیتاسوی حکومت کاملا این در نتیجه ما دیدیم که وضعیت از گذشته، این وضعیت کمیسیون مستقل انتخابات از گذشته فکر میکنم بدتر شده. افراد و اشخاصی که امروز در کمیسیون مستقل انتخابات آمده، اینا به مراتب متاثرتر از اریکه قدرت است نسبت به کسایی که قبلا در کمیسیون انتخابات کار میکردن. بنابراین این اون نتیجه‌ای که احزاب سیاسی و جامعه مدنی میخواست، اون نتیجه عکسش به وجود آمد. بله، آقای دانش، حالا تامین امنیت کلی انتخابات را پیشتر اشاره کردیم. واقعا وقتی که مسئله تامین امنیت انتخابات مطرح میشه، فراتر از این مراکز رایدهی است که حالا آقای معنوی بیشتر به اون مراکز اشاره کرده. واقعا در سطح کلی امنیت انتخابات که شامل امنیت رایدهندگان و همچنان امنیت مسیر انتقالاتی وسایل انتخاباتی و دیگر موارد میشه، چی برنامه وجود داره؟ ببینید، در پلان امنیتی برگزاری انتخابات کلی نمی شامل است. از این میان اگر شما اگر متوجه شده باشین، مواد انتخاباتی انتقال شروع شده در تمام نقاط افغانستان و دینمی موارد تا که همکاری پلیس نباشه یه انتقال نمیشه. ما مسئولیت ماست که به تیره تأمین امنیت بکنیم. در هر جایی که مشکل امنیتی پیدا شد و این مواد به اوجا نرسه، کمیسیون مورد عاجل اعتراض میکنه که در اونجا مشکل امنیتی است، چرا مواد ما نرسیده.
تمام اینمی برنامه های انتخاباتی که شامل از اینم امروز یا از یک ماه پیش شروع شده که آغازش از ثبت نام رای دهندگان بود برای دریافت کارت، از اینمی که شروع شده ما کار ما دینمی پلان شامل بود و اینمی پلان آیست تطبیق کرده میریم به مرحله دیگه. حالا مرحله اول انتقال مواد بود برای ثبت نام رای دهندگان، در یک مرحله در سطح مراکز ولایاتی مراکز باز شد، رفت به سطح ولسوالی ها، اینا را که ثبت نام نامزد ها شروع میشه. در کل اون برنامه را که برای برگزاری انتخابات کمیسیون محترم انتخابات داره، دوش آدوشش نیروهای امنیتی کار میکنن و تلاش میکنیم که اینمی روند تامین امنیت بکنیم که به موجه برسیم. هرگاه اینمی مراحل تامین امنیت نشه و تطبیق نشه، باز در روز انتخابات بدون کارت رای دهی و ورق رای دهی خونه میشه که باز مردم برای رای بده. در کل اینا یکی دیگه با یکی دیگه پیوست هستن و باید کار بالایشان صورت بگیره. در پلان امنیتی ما آنچه را که ما بر انتخابات سنجش کردیم تمام این موارد یک به یک حساب شده شامل این پلان است و در تطبیقش هم خودمون نظارت بسیار جدی داریم که کدامش پس نمونه که ما باز خدای ناخواسته زیر انتقاد ناظرین بین المللی، زیر انتقاد کمیسیون محترم انتخابات، جامعه مدنی و سایر احزاب و اپوزیسیونی که در موافق هستند با حکومت یا در مخالفت قرار دارند زیر انتقاد از اینا قرار. بله، حالا تا حال تهدیدی بر مراکز رای دهی که تعیین شده وارد بوده و همچنان مسئله انتقال که شما اشاره کردین آغاز شده، تا حال تعدادات امنیتی وارد بوده برای این مورد انتخاباتی؟ روز گذشته یکی دو مورد در مرکز ثبت نام رای دهندگان تهدید وجود داشت. کمیسیون محترم انتخابات را ابراز کرد، ما عاجل برای رفع از او کوشش کردیم و چند مرکزی را که ما گفتیم تا این مراکز با تهدیدات مواجه است، البته مراکز رای دهی ما چند مرکز داریم. یکی مراکز ثبت نام است که اینا اکثرا در شهرها هستند، در مراکز ولایات هستند، در سطح ولسوالی ها هستند. اینا قدر مشکل ندارند چون بسیار تعدادشان محدود است که مردم میره در اینجا کارت انتخابات دریافت میکنن. دو مراکزی است که نامزدا میرن بر ثبت نام در سطح ریاست جمهوری و شورای ولایتی، اینا هم در مراکز ولایت هستن که قدر چالش امنیتی ندارن. مشکل و توجه ما بیشتر با برگزاری انتخابات در روز انتخابات است که اینمی 7000 مرکز در سر تا سر افغانستان است، در سطح یک قریه است، در سطح یک قشلاق است، در سطح یک ولسوالی است که اینا با یک اندازه هم فراگیر هستن و هم تعدادشان زیاد است و هم به یک بارگی اینمی مردم میرن بر انتخابات. اینمی تعداد واجدین شرایط در یک روز از خانه میبرایند، در یک روز میرن رای میتن، در یک روز هم کلکشان رنگ میشه. اینمی موارد به یک بارگی اتفاق میفته که باید بر از اینمی بسیار پلان شده و سنجش شده کار شده که در اون روز خدای نخواسته کدام تهدید امنیتی به میان نمیه. الو پیش بینی هم وجود داره که واقعا وضعیت امنیتی که کنونی وجود دارد بر همین حال باقی خواهد ماند و هم بهتر شد بدتر خواهد شد؟ چگونه فکر ما این است که تا برگزاری انتخابات بهتر شود، تلاش ما بر همی است، تنها از پلیس نه بلکه از تمام نیروهای امنیتی، و تا شما باور بکنید که تمام مردم افغانستان تلاششان این است که تا برگزاری انتخابات یک فضای امن به میان بیاید و مردم به روان آرام، به روح آرام، به فکر آرام برند و مراکز رای دهی رای بدن. بله، و این تصمیمشان هم قاطع است. لحاظا ما را خوشبین می سازه که ما از این امروز کده روز دیگه بهتر بشیم و توقع ما می است و از خدا هم می خواهیم که اینمی فضای ایجاد شود تا که مردم برن همو تلخی های یا همو مشکلاتی را که در انتخابات گذشته داشتیم را دیگه تکرار نشه. بله، هرچند دولا کوتاه اشاره کردن ما به عنوان پرسش اخیری برنامه، واقعا با در نظرگیری شرایط کنونی امنیتی کشور، امنیت در زمان انتخابات را چگونه باید پیش بینی کرد؟ خب ما خب طرفدار از این هستیم و خوشبین به این هستیم که بهتر باشه و توقع ما می است که مردم افغانستان تمام نهادها دست به دست هم بتیم بریم برای یک برگزاری انتخابات و چنانچه که سناتور صاحب با اشاره کردن جمشیدی صاحب که جز گزینه انتخابات دیگه گزینه هم وجود نداره، لحاظا بین که نمی رونده با هم یک جا حمایت بکنیم تا که به اون هدف ما برسیم. بله آقای جمشیدی، اگر شما هم کوتاه اشاره کنید که واقعا چگونه باید پیش بینی کرد امنیت زمان انتخابات را؟ البته وضعیت در افغانستان متاسفانه خیلی قابل پیش بینی نیست، ولی اون چی که انتظار مردم افغانستان، اکثریت قاطع مردم افغانستان از حکومت است، ایست که زمینه یک انتخابات شفاف و روشن را که هر کس بتونه کاندیدا
آزادانه بتونه کمپاین بکنه و مردم بتونه آزادانه رأی خود را استعمال بکنه. این انتظار مردم از حکومت افغانستان است، ولی این که آیا حکومت افغانستان در 6-7 ماه آینده چی میکنه و انتخابات را چگونه برگزار میکنه، این میمونیم که در آینده تاریخ. بله، یک مسئله دیگر که شما واقعی دانش خاطر واقعی معنوی هم با او اشاره کردن که واقعا گزینه بجز برگزاری انتخابات وجود نداره برای نجات افغانستان از بحرانی که فعلا درگیرش هست. حالا اگر انتخابات به گونه ای برگزار شود که واقعا مورد قبول مردم نباشه و تاکید بر این صورت بگیره که باید انتخابات برگزار شود، اما آن انتخاباتی که مردم انتظار دارد برگزار نشود، فکر نمی‌کنم این انتخابات زمینه ساز بیشتری بحران در افغانستان شود. ما هم می‌خوایم سر از نکته تاکید بکنیم که انتخابات برگزار میشه. انتخابات برگزار میشه. اگر انتخابات یک انتخابات نسبتاً شفاف بود و اکثریت مردم افغانستان توانست که در روز انتخابات آزادانه در مراکز رای دهی رای خود را استعمال کرد به نفع کاندید مورد علاقه خود، بدون شک تغییر مثبت به وجود میاد. نظام سیاسی آینده افغانستان یک نظام مقتدر، مشروع و قابل قدر برای مردم افغانستان و جهان خواهد بود و همچنین خواهد توانست که مدیریت خوبی را بر افغانستان داشته باشد. اگر خدای نخواسته این گروه هایی که ما قبلا یاد کردم که امروز در به عنوان حمایتگر حکومت در ولایت ها و ولسوالی ها شکل گرفته و هر کدام تسلط خود را در مناطق مختلف ثابت میکنه، به خاطر روز انتخابات امزیال کار میکنه، به خاطر روز انتخابات که تمام رای های مردم را به زور به نفع کاندید مورد نظر خود سوق بده، پس در این صورت هم انتخابات برگزار میشه. این انتخابات برایند از انتخابات، نظام سیاسی که از انتخابات بیرون میآید یک نظام سیاسی خواهد بود که از مشروعیت بسیار پایین برخوردار باشه و از قدرت بسیار کمی برخوردار باشه و فکر میکنیم که جنجال افغانستان همچنان ادامه خواهد پیدا کرد. سپاس. دکتر محمد نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله و علی اکبر جمشیدی عضو مجلس سنا و مهمانان امشب در آخر خط بودن. باز هم از حضور مهمانان گرامی و از شما بیننده های عزیز سپاسگزار هستم. تا برنامه بعدی در همین فرصت، خدا نگهدار.